به نام خدای مهربان، کودکان و نوجوانان عزیز سلام. امیدوار هستم با خانواده های عزیز و گرامیتان در کمال صحتمندی و شادابی باشین. باز هم یک داستان نوده ای هفته براتان قسم میکنم. امیدوار هستم که ای داستان خوشتان بیایه. ای داستان قصه نادولاس و پیندو گوش. ای داستان روس ادونی نوشته کرده و ملیه بهرام از زبان انگلیسی ای داستان و زبان فارسی بر کتابخانه درخت دانش و همه ما و شما برگردان کرده. بین ببینیم که نادولا و گوش چی میکنن و ای دو نفرک چی قصه دارن. توجه کنین، این نادولا است. نادولا دوست دارد مطالعه کند و این هم پیندو است. پیندو دوست دارد زردک بخورد. نادولا بعد از مکتب پیندو را به چرا می برد. نادولا به پیندو آب می دهد. پدر نادولا به پیندو جو می دهد. او پیندو را می دوشد. پیندو شیر زیاد می دهد. او هر روز پیندو را می دوشد. نادولا هر روز شیر تازه می نوشد. نادولا از پیندو تشکری می کند. خب دوستای عزیزم، قصه نادولا را شنیدین و قصه گوش را شنیدین. پیندو را که پدر نادولا و خود نادولا از گو چطور مراقبت میکنن از این پیندو و پیندو هم شیر میته و اینا شیر مفروشن، گذشته از این که پول به دست میارن که امرار حیات بکنن، در پالوی ازو شیر تازه هم روز مینوشن. و شما میفهمین کودک ها عزیز که نوشیدن شیر بسیار بسیار به صحت انسان مفید است و باید هر وقت در وعده غذایی خود کودک ها شیر بخورن و این بسیار مهم است. تا کتابک دیگه و داستان دیگه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. روز و روزگارتان بخیر. یادتان باشه که کتابخانه درخت دانش برین و از اوجا کتابک های خوبی را به دست بیارین و مطالعه بکنین یا بشنوین. روز و روزگارتان بخیر.